فرونشست در جهان اگر بشه سالی 4 میلیمتر، دولت ها، نهاد ها، مقامات، مجموعه ها وارد در واقع وضعیت قرمز اعلام میکنن و همه وارد عمل میشن که این بحران رو مرتفع کنن. ما در فاصله زمانی 1 سال فقط در همین دشت اصفهان یا همین در واقع منطقه کاشان و استان اصفهان متوسط نرخ فرونشستمون 156 میلیمتر بوده، یعنی 40 برابر متوسط جهانی. خیلی خوش اومدی مریم جون به این گفتگو، خیلی ممنون در رابطه با گزارش مهمی که نوشتی صحبت کنیم. در سوال اول میخوام خیلی کلی بپرسم اینکه الان این فرونشستی که کاشان رو تهدید میکنه و مناطق اطراف مثل قم و اصفهان رو چقدر بحرانیه و اون در واقع اون اتفاق ناگوار که بلعیده شدن به وسیله زمین هست چقدر به کاشان و مناطق اطراف نزدیکه؟ سلام دیتا جان، مرسی از دعوتت. ببین، مسئله فرونشست خوبی مسئله قدیمیه، حداقل توی دهه گذشته خیلی در موردش صحبت شده، مخصوصا تو مناطق کویری مثل قم، اصفهان، کرمان، یزد، به خاطر اینکه سفره‌های آب زیرزمینی توی این مناطق خیلی در طول سالهای گذشته ازش آب زیادی برداشت شده، خب خطر فرونشست اونجا خیلی جدیه. همونجوری که دیدی تو گزارشم من نوشته بودم که از 6 سال قبل در مورد این ترک‌های طولی و عرضی که توی کاشان و بعضی نقاط اصفهان و نزدیکی‌های قم دیده شده، خب کارشناسای محیط زیست خیلی صحبت کردن، نشون میده که مطلع بودن از وجود این فرونشست ها. ولی مسئله اینجاست که علارغم همه این اتفاقا هیچ تغییری در سیاست های مدیریتی آب، کشاورزی، صنایع که مستقیما با در واقع مسئله آب مرتبط هستن داده نشده. مثلا چی؟ مثلا اینکه توی منطقه کاشان به جای اینکه الگوی کشاورزی اصلاح بشه، مثلا طرحهایی مثل طرح نکشت که به کشاورزا پول پرداخت میشه، به یه طرح کوتاه مدته که به کشاورز پول پرداخت میشن برای اینکه اون سال زمینشو نکاره، بدون اینکه چیزی به کاره بهش پول میدن که هزینه‌هاشو تامین بکنه ولی از آب هم استفاده نکنه، یا طرحهای جایگزین مثل اینکه مثلا به جای محصولات جالیزی مثل هندونه و طالبی که توی کاشان هم اتفاقا کشت میشه زیاد و آب زیادی مصرف میکنه، چیز دیگه ای کاشته بشه. اینها هیچ کدوم اتفاق نیفتاده، کشاورزا همچنان دارن همون محصولات قدیمی رو میکارن، از سفره های آب زیرزمینی داره برای آب شرب برداشت میشه و خب این مسئله باعث میشه که فرونشست و اون ترک هایی که روی زمین خورده که مخصوصا توی کاشان داره نزدیک میشه به قسمت مسکونی کاشان، طاهرآباد خیلی به شهر کاشان نزدیکه، اونجا بیشتر زمین های کشاورزی و دامداری هست ولی نزدیک به گسل کاشانه که اونم برای خودش یه داستانیه اگر تحت تاثیر قرار بگیره، چون فرونشست میتونه گسلا رو هم تحریک کنه. اون مسئله بلعیده شدن زمین یا مناطق مسکونی در نتیجه تحریک گسلا ممکنه اتفاق بیفته، اما اینکه چه زمانی اتفاق میفته و آیا الان ما باید منتظرش باشیم یا نه، چیزیه که به یک پایش پیوسته نیاز داره، یعنی ما نمیتونیم این موضوع رو پیش بینی بکنیم. ما که میگم منظور کارشناسای محیط زیست هم حتی امکان پیش بینیشو ندارن، مثل زلزله بگن تا 10 سال آینده این اتفاق میفته. همه اینا باید در یک فواصل معینی پایش بشه، بررسی بشه که ببینیم وضعیت فرونشست در چه شرایطیه. ولی چیزی که مسلمه اینه که بحرانیه وضعیت، خیلی خیلی بحرانیه با توجه به آمار و ارقامی که وجود داره نسبت به متوسط جهانی. وضعیت در ایران خیلی خطرناک و بحرانیه. یه مسئله دیگه ای توی گزارش هست مبنی بر این که از پسابهای فاضلاب در منطقه کاشان کارخونه های آببر دارن استفاده میکنن و اداره آب و فاضلاب گفته هر کارخونه نیاز داشته باشه ما در اختیارش قرار میدیم. اصولا چه استفاده ای از این پساب انجام میدن کارخونه ها، چه استفاده ای داره؟ ببین، ما یه سری صنایع داریم که بهشون میگن صنایع آببر، صنایعی که برای تولید محصول به آب نیاز دارن. تو کشورهای پیشرفته اساسا اون آب از منابع آبی تامین نمیشه، یعنی نمیرن سراغ آب زیرزمینی یا آب شرب یا آب پشت سدها یا آب بارون و برف.
میرن سراغ پسابها، پساب فاضلابای شهری، فاضلابای بیمارستانی، پساب صنعتی خود کارخونه ها، میاد میره در یک سیستم تصفیه‌ای آبش جداسازی میشه و دوباره برمیگرده تو چرخه تولید و صنعت که ازش برای اون محصولات استفاده بکنن. توی ایران هم در این سالها به خاطر اون مسئله بیابانزایی و خشکسالی شدید، کمبود منابع آبی، تا یه اندازه تو بعضی صنایع مثل صنایع فولاد استفاده شده این روش. منتها تو کاشان چه اتفاقی افتاده؟ تو کاشان کارخونه فولاد کویر یه مقداری از پساب فاضلاب شهری رو خریداری کرده از در واقع شرکت آب کاشان که اونو تصفیه کرده و بهشون فروخته. منتها اگر زیاد از حد هم این اتفاق بیفته، باز مسئله فرونشست تحت چیز قرار میگیره. یعنی کارشناسا میگن که شما اشکالی نداره مقداری از آب پساب ها رو بفروشین، اما یه بخشش رو هم باید اجازه بدین برگرده به سیستم آبی زیرزمینی، یا بره توی آبخان ها، یا تصفیهش کنید برای استفاده های دیگه. مسئولان شرکت آب کاشان اونطور که من با فعالای محیط زیستیشون صحبت کردم اعلام کردن به صورت باز که هر کارخونه دیگه ای به جز فولاد کبیرم میخواد، ما میتونیم آب داریم بفروشیم، در حالی که اونا دارن آبی که باید بره توی در واقع سفره های زیرزمینی خود اون شهر و اونا رو نجات بده از شرایطی که میبینیم زمین داره ممکن هر لحظه شهر رو ببلعه، دارن در معرض این خطر بیشتر و بیشتر انجامش میدن و اون این چیزیه که مردم رو نگران کرده. و کارشناس توی گزارش گفته که برای جلوگیری از این فرونشست دیگه عملا اقداماتی که برای مدیریت آبهای زیرزمینی بشه انجام داد دیگه فایده ای نداره. چه اقدامی اصولا الان باید در اولویت باشه که جلوی این روند افزایش فرونشست گرفته بشه اول و بعد براش فکر کنیم؟ ببین خانم بهرامی توضیح خیلی دقیقی داد در مورد اینکه وضعیت به طور کلی، چشمانداز کلی مدیریت آب در ایران چطوریه. مدیریت آب در ایران تقریبا رها شده. ما هیچ برنامه کلانی در برنامه های توسعه ای که در دهه های اخیر توی ایران اجرایی شدن برای مدیریت آب نداشتیم، یعنی اصلا جایی نداشته، نه بودجه ای براش اختصاص داده شده، نه طرح کارآمدی وجود داشته بوده. در طول سالهای گذشته همیشه مسئله بحران آب به طرح های زودگذر فوریتی یا گذر زمان واگذار شده و خب این باعث شده که وضعیت مدیریت آب اصلا رها بشه، چیزی به نام مدیریت آب وجود نداشته. بعد از اینکه ما کلی آبهای زیرزمینیمون چندین برابر در واقع استاندارد از آبخانها برداشت شدن، از اون طرف بارندگی و آبهای پشت سد کاهش پیدا کرده به شدت، از سمت دیگه به خاطر اینکه خب راهی برای تأمین آب شرب وجود نداشته، مثلا امتیازات حفر چاه به عنوان جایزه‌ای که میدن به کشاورزی که معترضه، آدمی که میخواد نماینده مجلس بشه، میخواد یه جایی بهش رأی بدن، اینو به عنوان امتیاز دادن به گروه های مختلف. یعنی برای رفع بحران اومدن از روش های بحرانزا استفاده کردن. مثلا حفر چاه توی این منطقه اصلا خطرناکه، وحشتناکه، غیر در واقع قابل استناده، ولی این کار به شدت و با تکرار انجام شده. خانم بهرامی میگه وقتی که مسئله بحران آب و فرونشست پیش میاد، قبل از اینکه به بحران تبدیل بشه مسئله مدیریت آب میتونه روش اثرگذار باشه، ولی وقتی که خود فرونشست به بحران بدل شد، ما باید فقط اول جلوی این فرونشست رو بگیریم. یعنی هر کاری که تا الان میکردیم که این فرونشست ها ایجاد شدن همه متوقف بشن، تغییر داده بشن، و وقتی مطمئن شدیم وضعیت فرونشست از اینی که هست بدتر نمیشه، بعد میتونیم بریم سراغ اصلاح مدیریت آب، نمیدونم اصلاح الگوی کشاورزی و چیزهای دیگه. ولی الان با شرایط بحرانی موجود، ساخت و ساز مثلا اولین چیزی که باید تو این مناطق متوقف بشه، به هیچ وجه نباید آپارتمان یا ساختمان‌های بلند یا برج ساخته بشه. کشاورزی باید تا اندازه زیاد، چون نگاه کن فرونشست و
بهش میگن نشانه بیماری زمین. وقتی که رخ میده یعنی این زمین بیمار شده، این منطقه بیمار شده و برای هیچ اقدامی، چه ساخت و ساز و عمران، چه کشاورزی، دیگه مناسب نیست. مادامی که اینا متوقف نشدن، واقعا حرف زدن از مدیریت آب توی مناطق اضافه گوییه، یعنی مثلا ما هنوز به اونجا نرسیدیم، باید اول یه سری کارهای مقدماتی انجام بشه، اوضاع از اونی که هست بدتر نشه، بعد بریم سراغ مدیریت آب. منظورشون این بود. یه آماری داره خود همین منطقه طاهر آباد که از استاندارد جهانی، اگر به اون آمار اشاره کنی خیلی. آره خیلی جالب بود. خانم بهرامی میگفتن که متوسط نرخ میانگین فرونشست در جهان اگر بشه سالی 4 میلیمتر، دولت ها، نهاد ها، مقامات، مجموعه ها وارد در واقع وضعیت قرمز اعلام میکنن و همه وارد عمل میشن که این بحران رو مرتفع کنن. ما در فاصله زمانی 1 سال فقط در همین دشت اصفهان یا همین در واقع منطقه کاشان و استان اصفهان متوسط نرخ فرونشستمون 156 میلیمتر بوده، یعنی 40 برابر متوسط جهانی و هیچ چیز بحرانی هم اعلام نشده، همه چیز به روال سابق داره ادامه پیدا میکنه. متاسفم. خیلی ممنونم، مرسی از وقتی که دادی و این گزارش مهم رو نوشتی. ممنونم خواهش ازت. میکنم.